پدر آن دیگری فیلمی اقتباسی بر اساس رومانی به همین نام به نویسندگی پرینوش سنی ای که کارگردان این اثر یدالله سمدی به قلم او وفادار بوده و عنوان فیلم نیز برگرفته از اصل رومانه و کاملا متناسب با موضوع فیلمه. اونها همیشه با خنده به من خنگ میگفتن. من هم فکر میکردم خنگ حرف خوبیه. نمیدونستم آدمها به خاطر چیزهای دیگه جز خوشحالی هم میخندن. بله اون که در این فیلم میبینیم حضور آزاردهنده دیگران در زندگی یک کودک بیزبانه و شما رو ناخواسته وارد چالشی میکنه که چگونگی رفتار خود رو با خانواده بررسی کنید. شها پسر بچه 6 ساله ای که حرف نمیزنه و همه او رو پسره خنگ این یا در بهترین حالتش خنگول کوچولوی من خطاب میکنند. مسخره کردن انقدر او رو عذاب میده که آرزو میکنه فش دادن یاد بگیره تا دلش خنک بشه پدر هرگز او رو درک نکرده و حتی با بدرفتاری و تبعیضهایی که بین او و خواهر و برادرش قائل میشه شهاب او رو پدر آن دیگری خطاب میکنه مادر عاشقانه تنها قصه زندگیش رو بارها برای معالجه به دکتر میبره ولی فایده ای نداره عاقبت مادر بزرگ پرده از این راز بر میداره و او مداوا میشه اما پدر همیشه پدر آن دیگری باقی میمونه و شهاب او رو نمیبخشه هنگام قاضیانی در نقش مادری که عیسی رو از خودگذشتگی فراسوی یک انسان داره در تعاملی دلچسب با شهاب با هنرنمایی مهدیار عزیزی که گویی نقش رو زندگی کرده بازی درخشانی از خود به نمایش میگذارند. در این اثر بازیگران دیگه ای چون حسین یاری، مریم سعادت، اکبر عبدی، سریا قاسمی و جمشید مشایخی حضور دارند. این شما و این لحظاتی از پدر آن دیگری